قبل از اینکه این آمار رو بدونم اصلا فکرشو هم نمی کردم که ما ایرانی ها یک جمعیت 1 میلیاردی از مرغ‌های محترم رو سالانه نوش جان می کنیم. یعنی هر ایرانی به طور متوسط سالی 27 کیلو مرغ مصرف می کنه که قطعا اغنیا سهم بیشتری توش دارن و این آمار تقریبا 2 برابر میانگین جهانیه. بی خود نیست که این به یک ضرب المثل معروف به فارسی تبدیل شده که مرغ هم تو عروسی و هم تو عزا مهمون سفره است. ما بیشتر مرغ مصرف میکنیم چون ماهی که گرونه، گوشتم که گرونه، گوشت گاو و گوسفند و اینا بیشتر مرغ مصرف میکنیم. به هر حال نسبتاً صرفه داره، راحت هم دسترس هستش. چقدر مرغ مصرف میکنید تو هفته؟ چند وعده مرغ مصرف میکنید؟ مرغ والا تو هفته زیاد مصرف میکنیم. تو هفته امکان داره 2 وعده 3 وعده. برای این میزان از مصرف لازمه تا هر سال 2 میلیون تن مرغ وارد بازار بشه که از نظر تعداد میشه 1 میلیارد مرغ. یعنی تولید کننده های ما سالانه 1 میلیارد جوجه یک روزه رو به مزرعه میبرند و مرغ های پروار شده رو تحویل کشتارگاه ها میدن. اصلا همین آمار و ارقام و اهمیت مرغ تو سفره ایرانی ها باعث شد که رو این موضوع کنجکاو بشم و بخوام تتوی داستان مرغ رو در بیارم. دوست داشتم بدونم معروف ترین غذای ما ایرانی ها چقدر ایرانیه و تو تولیدش چقدر وابسته ایم. اونجور که من متوجه شدم تمام مرغ مورد نیاز کشور توسط مرغداران عزیز خودمون تولید میشه. اما آیا همه چیزایی که برای این محصول لازمه رو تو ایران داریم؟ برای تولید مرغ در مزرعه به 2 ماده اولیه خیلی ساده نیاز داریم. اول مرغ که البته باید جوجه باشه و به اون جوجه یک روزه هم میگن، و دوم غذای مرغ که معمولا از دونه هایی مثل ذرت و سویا درست شده. از خیلی وقت پیش میدونستم که غذای مرغ محصولی وارداتیه، یعنی بخش عمدهش از خارج وارد میشه و این 1 میلیارد مرغ منتظرن تا غذاشون به ایران وارد بشه تا بزرگ شن و سر سفره من و شما بیان. به همین خاطر بود که با یک اتفاق کوچیک تو سال 91 و مشکل واردات دون مرغ همه چیز به هم ریخت و قیمت مرغ 2 برابر بالا رفت. مردم برای خرید همین مرغ 2 برابر قیمت هم به فروشگاه هجوم آوردن. دولت تلاش میکرد تا با تزریق مرغ منجمد به بازار سراسامون بده، اما قیمت مرغ تنظیم کننده بازار هم 20-30% بالاتر از قیمتش قبل از بحران بود. تولید مرغ در کشور ما از سالها پیش مازاد بر مصرف داخلی بوده، اما در اون سال و به طور ناگهانی تولید مرغ گوشتی در کشور کاهش پیدا کرد و این مسئله برای کشور تبدیل به بحران شد. مرکز پژوهش‌های مجلس تو سال 91 به درخواست نمایندگان به بررسی علل این افزایش ناگهانی قیمت گوشت مرغ پرداخت. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها از شهریور 89 تا شهریور 90 قیمت نهاده‌های طیور به طور بی‌ضابطه افزایش پیدا کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایلش وابستگی 95% کشور در تأمین این محصولات و عدم قابلیت جایگزینی این نهاده ها بوده. تا اینجای ماجرا فهمیدم که در غذای مرغ وابسته ایم و برای مدیریت و تأمین مطمئنش باید فکر کرد. اما اون چیزی که بیشتر ذهنم رو درگیر خودش کرده بود این بود که مرغدارها هر سال این 1 میلیارد جوجه یک روزه رو از کجا تحویل میگیرن تا تبدیل به مرغ کنن؟ یا یه سوال دیگه این که این جوجه های یک روزه چه ویژگی دارن که تو عرض 40 روز میتونن تبدیل به یک مرغ 2-3 کیلویی بشن؟ میگم مثلا 40-45 روزه این مرغا درش میشه. چجوری اینجوری میتونه؟ والا ما شنیدیم مثلا تخم که در میاد 3-4 روز بعد مرغ میده اینا. حالا خب حتما بهش مواد میذارن دیگه. تلویزیون یه وقت میبینم یه میگن هورمونی نمیدونم دارو میدیم چی میدیم اینا رو میفهمم دیگه چیزی نمیدونم. منم مثل مردم قبلا این حرفا رو شنیده بودم. یادم مرغایی که ما بچگیمون تو روستای پدر بزرگم میدیدیم 3-4 ماه میکشید تا بزرگ بشن. برای اطمینان بیشتر از این قضیه یه بار دیگه به روستا رفتم و از مرغدارای سنتی سوال کردم. خب در خدمت حاج آقای شیبانی هستیم. اینجا اومدیم داخل باغشون. همونطور هم که میبینید اینجا حاج آقا یه تعدادی مرغ و خروس محلی دارن. حاج آقا اینا از جوجگی پیش خودتون بودن دیگه؟ جوجگی پیش خودم بودن.
درسته. چند وقت مثلا طول کشید اینا بزرگ شن؟ حدودا 5 ماه طول کشید. 5 ماه طول کشید تا اینا مثلا یه اندازه به سوال. بعد حالا مثلا جوجه های ماشینی مثلا شنیدید چقدر طول میکشه اونا تا بزرگ بشن؟ و مثلا جوجه ماشینی حدودا به حساب 3 ماه به حساب تا 4 ماه، میگن 40-45 روزه. آخه اونا چیز میشه؟ نه به تخم، اینه که تخمی باشه. نه مثلا اونی که گوشتیه برای چیز تقریبا 40 روز میشه. بله 40 روزه مثلا بزرگ میشه. چرا خب اینا انقدر طول میکشه؟ اینا به حساب همینجور محلی میگردن به حساب به زمین به حساب تو آزاد فلان، اونا هم جاشون هورمون و بالاخره غذا اینا میزن جلوش، اونجا میخورم آمپول هورمون اینا میزنن اونا روش میکنن. درست. پس یکی این که میگید غذاشون غذای دقیق و زیادیه و اینکه دقیق زیاده، بالاخره دایمون بالاخره اونجا خب میخورن، اونجا به حساب آمپول هم بهشون میزنن، هورمون اینا بهشون هورمون میگید بهشون میزنن اونجا روششون خوب روششون زیاد میشه. خب دست شما درد نکنه آجا. مخلص شما هستم. شکریم. زنده باشین. اما آقای دکتر که متخصص دامپزشکی هستن نظر دیگه ای دارن. باور غلطی هستش که توی جامعه نشأت گرفته که میگن چرا جوجه 30 گرمی، نمیدونم 40 گرمی، 50 گرمی در عرض 40 روز 45 روز تبدیل میشه مثلا به 2 کیلو، 2.5 کیلو تا 3 کیلو، و این به خاطر این هورمونی هست که میزنن، که این باور غلطی هست. هورمون جنبه اقتصادی نداره. تو بعضی از مسائل استفاده میشه، ولی توی مرغ اصلا ما نمیتونیم مثلا بیایم مثلا 10000 تا یا مثلا 20000 تا فارم ها رو بیایم هورمون تزریق کنیم بهشون. عرض کردم خدمتتون به خاطر این میایم بهگزینی میکنیم، اصلاح نژاد میکنیم، مرغ‌های رو انتخاب میکنیم که در بازه زمانی کوتاه‌تری میزان بیشتری گوشت رو به ما انتقال میدن و میتونیم استفاده بکنیم. البته آقای دکتر خورشیدوند نکته مهم دیگه‌ای رو برای ما توضیح دادن. ما بسیاری از آنتی بیوتیک هایی که تجویز میکنن همکاران ما برای در واقع طیور و برای مرغ، خب این خودش نقش گروس فاکتور یا اون فاکتور رشد و هورمون رشد رو هم ایفا میکنه. سوال اساسی اینجاست که آیا ما چیزی تحت عنوان هورمون رو به مرغ واقعا تزریق میکنیم یا نه؟ آنچه که باور مردم هست بر اساس هورمون، که مثلا دوستانی که حالا در ورزش پرورش اندام یا ورزش های حالا اینچنینی مثلا فعالیت میکنن، آیا همچین چیزی یا کورتیکوستروید هست یا نه، ما چنین چیزی رو تحت عنوان هورمون که در واقع بخواد یک خطری رو ایجاد بکنه یا بخواد یک مشکل حادی رو ایجاد بکنه نداریم. ولی اساسا آنتی بیوتیک های وسیع و طیف علاوه بر اون در واقع نقش در واقع ضد میکروارگانیزمیشون، یک نقش دیگر رو هم بازی میکنن و اون هم تحریک اندامهایی هست که در واقع بخواد رشد بکنه، و این در واقع در همه رفرنس ها هم تحت عنوان گروس فاکتور یا فاکتور رشد همیشه بهش اشاره شده. اما آسیبی که این ماجرا داره این هست که اگر ما آنتی بیوتیک رو بیش از اندازه و بیش از حد معمول و استاندارد استفاده بکنیم، اون مانایی و ماندگاری رو در بدن دام و طیور خواهیم داشت، کما اینکه در شیر دام و در گوشت طیور این در واقع باقی میمونه و مصرفش توسط انسان میتونه به مرور زمان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک رو ایجاد بکنه، کما اینکه ما داریم میبینیم بسیاری از در واقع افراد در جامعه اینها نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها بدنشون مقاوم شده و با آنتی بیوتیک های قوی تر میبایستی که اون عفونت در واقع موجود در بدنشون از بین بره. نهایتا ما به این جنبندی رسیدیم که راز رشد سری مرغ و خروس های اصطلاحاً ماشینی در مقایسه با مرغ و خروس های بومی به همون جوجه های یک روزه برمیگرده، جوجه هایی که از اجداد اصلاح نژاد شده به دنیا میان. اما فرایند این اصلاح نژاد به چه صورت اتفاق میفته و اجداد یعنی چی؟ برای توضیح این موضوع باید به هرم اصلاح نژاد مراجعه کنیم. اولین مرحله در اصلاح نژاد مرغ‌های گوشتی و تخم‌گذار گله‌های لاینه، به این معنا که کارشناسا و متخصصان هزاران گونه مختلف مرغ و خروس از نژادها و با ویژگی‌های مختلف رو با هم ترکیب می‌کنن تا به گله‌های لاین برسن. ویژگی هایی که میتونه رشد مرغ رو سریع تر و هزینه های پرورشش رو کمتر کنه. معمولا تعداد این گله ها 4 تاست
که به اسمهای A, B, C و D از هم شناخته میشند. گله های A و B دارای صفات پدری هستند، یعنی میتونن وزن بالایی پیدا کنن و مقدار بیشتری از غذا رو به گوشت تبدیل کنن. گله های C و D دارای ویژگی های مادری هستند، یعنی میتونن مقدار زیادی تخم با قابلیت تبدیل شدن به جوجه در طول عمرشون تولید کنن. جایگاه بعدی رو توی هرم اصلاح نژاد مرغ و خروس های اجداد دارن. از این جهت به اونا اجداد میگیم که اونا مادر بزرگ و پدر بزرگ مرغایی هستن که ما سر سفره هامون میبینیم. گله اجداد رو خروس های A، مرغ های B، خروس های C و مرغ های D تشکیل دادن. تو این گله از ترکیب خروس های A و مرغ های B، خروس های AB و از جفتگیری خروس های C و مرغ های D، مرغ های CD به وجود میاد که به اونها مرغ و خروس های مادر و پدر میگن. نتیجه ترکیب خروس های AB و مرغ های CD جوجه های ABCD هستند که حالا با اطمینان میتونیم بگیم که این جوجه ها همه ویژگی های گله های A, B, C و D رو همراه خودشون دارن. خب در صنعت طیور کشور حتی تولید کنندگان این صنعت، تولید کننده های عمده این صنعت هم شاید به هیچ عنوان تا پایان عمر اقتصادیشون مرغ لاین رو اصلا نمیبینن و مرغ اجداد رو و در واقع طبقه بندی مرغ اجداد رو هم در واقع فقط اون وارد کننده های ما میبینن یا شاید برخی از تولید کننده های ما به صورت خیلی محدود اون رو در واقع ببینن. آنچه که ما تحت عنوان مرغی که پشت ویترین های مغازه های پروتئین فروشی در شهر میبینیم، اون مرغی است که از جوجه یک روزه گوشتی در واقع به عمل اومده و به هیچ عنوان ما مرغ اجداد و لاین رو توسط مصرف کننده اصلا نمیبینیم، کما اینکه مرغ لاینمون در کشورهای صنعتی پیشرفته کاملا یک بحث امنیتی و حساس و به دور از دسترس حتی بسیاری از کارشناسان خود اون کشورها در محیط کاملا بسته تولید و نگهداری میشه. تمام جوجه هایی که تو این مزرعه میبینیم همه محصول مرحله آخر اصلاح نژاد هستند و در اصل میشه گفت مردم و تولید کننده های مرغ گوشتی هیچ وقت مرغ های مادر، اجداد و یا لاین رو از نزدیک نمیبینند. شما وقتی که لاین رو داشته باشید میتونید این سیکل رو کامل داشته باشید و هر نوع هدف اصلاح نژادی و هر اقدامی که متناسب با ذائقه مردم کشور و یا بازار داشته باشی در متناسب با اهداف اصلاح نژادی در لاینت اعمال بکنی و بعد از اینکه در لاین اعمال کردی به در واقع خطوط بعدی و به مراحل بعدی منتقل میشه. یه نکته که خیلی قشنگ هست و باید مورد توجه که کشورهای خارجی این لاین ها رو در اختیار کشورهای دیگه قرار نمیدن چون مبحث سیکرتشون هستش. لاین میتونه لاین رو تولید بکنه ولی اجداد هیچ موقع نمیتونه بیاد و لاین رو تولید بکنه. این روندی که از بالا به سمت پایین میاد، یعنی لاین، اجداد، مرغ مادر و مرغ گوشتی به سمت پایین میاد و نمیتونیم هیچ موقع به سمت بالا بریم. میتونیم بگیم که قطعاً قیمت یک جوجه اجداد چند برابر قیمت جوجه مادر هست و قیمت جوجه مادر هم قطعاً چند برابر قیمت جوجه تجاری است. اجداد رو ما مثلا تا 38 دلار، 40 دلار میخریم، یعنی رقم‌های ارزی فراوانی ما صرف میشه تا بخوام اینا رو وارد بکنیم. بله، نکته شوکه کننده ماجرا همینجاست که ما لازم داریم تا برای تولید همون 1 میلیارد مرغی که قبلا براتون گفتیم از کشورهای دیگه نزدیک به 200,000 تا از این مرغهای اجداد رو وارد کنیم. یعنی ما نه تنها 95% از غذای مورد نیاز برای تولید مرغ و جوجه هامون رو از کشورهای دیگه وارد میکنیم، بلکه 100% پدر بزرگ و مادر بزرگ های مرغ های تولید شده تو کشور ما هر ساله با هواپیما از خارج وارد میشن. و جالب اینجاست که عمدتاً واردات ما از کشور انگلیسه، یه مقداری هم با واسطه از کشورهایی مثل فرانسه، حتی با از آمریکا با واسطه‌هایی از استرالیا و حتی چین
وارد میشه و سرمایه بزرگی رو اما میبره. ما مرغ‌هایی رو که داریم توی بازار مصرف میکنیم، در واقع اینها پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون، یا در واقع عبارت علمیش اجدادشون، اجداد انگلیسی هستن. اما برای آشنایی بیشتر با اتفاقاتی که برای مرغ و خروس‌های لاین میفته به شرکت کاب میریم. یکی از اون 8 شرکتی که تو دنیا صاحب فناوری مرغ‌های لاینه. First stage in redeveloping the complex was the hatchery. Eggs from each pedigree hen are individually marked and stored together before they are set. The newly hatched chicks are taken from the individual hatch baskets, graded and wing banded. The barcode is scanned, and then the chicks are placed in the brooding house. Feedback from the customers are incredibly important. We have a strong technical service team that really is on the ground talking with those customers on a regular basis. And so we get information from our customers through them, as well as when we visit with customers one-on-one, that feedback is directly fed back into the breeding program. So here we focus on the broiler performance. So we take weights and conformation scores, and we record a lot of defects on the birds, of which many are focused on welfare traits. We look at all the birds individually here. So a specific trained selector checks all the birds, and he mainly focuses on the bird's phenotype, so leg defects, to see if the bird can walk well. So that's a very important step here. So some of them are dissected, but some of the birds go through feed conversion tests, and also then we lixiscope the birds to check for more defects with an X-ray machine. We also have a next stage where we focus more on breeding values instead of phenotypes. Where we decide which birds go to the grow-out house, and then we grow them until the breeder. And at breeder age is where we also do a big selection. When you talk about reducing feed costs, feed conversion is of course a very important trait, but also good growth and breeding a healthy bird are very important. We select birds for more than 50 different traits. Most of those are defect traits or traits that are associated with welfare type characteristics, along with growth and feed efficiency and reproductive performance. So out of all the birds that we hatch within a group, we're selecting roughly 5% of the females, and about 1% of the males actually are chosen and selected to be breeders for the next generation. We collect blood on selection candidates, and that blood is then sent to our lab where we evaluate the genomic information. So the DNA information that we pull back into the breeding program not only supplies additional information for more accurate breeding values, but it also gives us more options to collect new types of phenotypes and helps us tie those phenotypes back into the breeding program. اما قطع شدن این واردات چه هزینه هایی رو میتونه برای کشور داشته باشه؟ واردات مرغ اجداد وقتی که متوقف بشه یک مقدار اقتصاد مرغ و صنعت مرغداری ما تحت شعاع قرار میگیره. حد اکثر کیفیت و حد اکثر بهره‌وری رو اون وقت قطعا اینو با چالش مواجه میشیم. من فکر میکنم 100% کشور وارد کننده مرغ گوشتی میشه. خواهش هم مسئولین اینه که در اینو بشینن مجسم بکنن، 1,000,000 شغل، بعد آسیب پذیری که اگه اجداد به ما ندن قیمت هزینه های تولید گوشت مرغ ما چقدر بالا خواهد رفت و کیفیتش هم مربوط چه اتفاقی بیفته و اون موقع سبد تغذیه مردممون آسیب میبینه. اما واردات جوجه های اجداد به کشور با همه فراز و فرود هایی که تا به امروز داشته به دلایل مختلف مثل درگیری کشورهای صادر کننده به بیماری، تحریم، دلایل فنی و حتی سیاسی هیچ وقت قطع نشده. ببینید توی جوجه اجداد به دلایل متعدد من باید بگم که دلایلش کاملا در واقع محرز و مشخص هست، حداقل برای ایران. واردات جوجه اجداد در دوره تحریم هم با مشکل مواجه نشد. مواجه نشدن با مشکل در حوزه واردات اجداد شاید خیلی سطحی بخوایم بهش نگاه بکنیم خوشحال کننده باشه، اما اگر بخوایم یه قدری عمیق‌تر بهش بپردازیم
به نظر من بایستی ببینیم چه اتفاقی افتاد که به قول شما حتی داروهای خیلی مهم گاهی اوقات با مشکل مواجه می شدن. بسیاری از کالاها در اوج تحریم ها با مشکل مواجه می شد، اما چرا جوجه یک روزه اجداد با مشکلی مواجه نمی شد؟ خب این یه علامت سوالیه که به نظر من حتما پاسخهای فنی، علمی و سیاسی حتی مربوط به این حتما وجود داره. شنیده بودم که به دلیل بالا بودن فناوری مرغ‌های لاین تنها چند تا کشور دارای این فناوری هستند و مرغ‌های لاینشون رو به کس دیگه نمیدن تا مجبور باشیم از همون کشورها مرغ‌های مرحله بعد یعنی اجداد رو وارد کنیم، تا اینکه به اسمی برخوردم که خیلی شوکم کرد. آقای مهندس، لاین ایرانی هم داریم؟ والا داشتن که داشتیم، ولی نمیدونم الان زندن مردن، چون الان دیگه تو بازار نیستن. یه زمانی بودن 80-90% بازار رو داشتن، اصلا جوجه صادر میکردن. درسته. کجا بودن؟ کجا نگهداری میشدن این مرغای لاین؟ والا سمت شمال بود، نمیدونم طرف آمل بود، بابل بود، یه سرش خب فکر کنم سایت داشتن. آها خب، پس من یادم باشه توی مصاحبه از کارشناسا در مورد اونجا بپرسم. حالا اگه شد با بچه های سرعی ها یه سر بریم اونجا ببینیم که وضعیتشون الان چطور. کشور ما ثروت های زیادی داره که ما سال هاست از اونها غافل شدیم. یکی از اون ثروت ها مرغ لاین آریانه. ما تو تحقیقاتمون متوجه شدیم سابقه وجود مرغ لاین تو کشور به پیش از انقلاب اسلامی برمیگرده. ما در کشورمون در سال 40 جوجه ماشینی وارد کشورمون شد و در واقع ما تولید جوجه ماشینی هم داشتیم در حدود دهه 40، ولی به صورت مشخص ما نژاد لاین رو در واقع در حدود سال 1356 که یکی دو سال قبل از انقلاب 54، 55 و 56 که حالا مختلف هست سال در واقع وارداتش، ما وارد کردیم. در آخرین سالهای حکومت پهلوی گله ای از مرغ‌های لاین با نژاد آربوراکرز از کشور امریکا به کشورمون منتقل شدند. اما این گله ها توسط متخصصین و کارگران امریکایی نگهداری می شدند و کارشناسان ایرانی به این مرغ ها دسترسی نداشتند. این مرغ لاین با هدف اصلا صادرات به کشورهای منطقه وارد ایران شد. نکته جالب اینه که در سطوح کارشناسی و در سطوح تخصصی هیچ امکانی رو برای ما قائل نشدن و بعد از اینکه خودشون در واقع رفتن و این لاین از بین رفت، هیچ گونه آثاری از این باقی نموند. دلیلش هم این هستش که خب اونا هیچگاه در واقع علاقمند نبودن که ما مرغ لاین رو داشته باشیم. دلیلش هم این هست که هر لاین میتونه چیزی هلوش 300 هزار قطعه مرغ رو تولید بکنه. خب خیلی جذاب‌تر هست که 300 هزار قطعه رو ما ازشون خریداری بکنیم تا یه دونه در واقع جوجه لاین رو، و این از نظر صرف اقتصادی هم برای اونها قطعاً می صرفه. بعد 25 سال پیش دیگه با هلندی‌ها مذاکره کردند و پول خوبی هم دادن و ما رو وسوسه کردن که لاین رو بدن و دادن. با یک کار کارشناسی که در بخش‌های مختلف کشور انجام شد، منطقه رو نزدیک به در واقع منطقه بابل کنار در جنگل سوادکو که در واقع منطقه بکر هست در سوادکو انتخاب کردن. وسعت خیلی زیادی داشت، حدود 1100 هکتار در واقع اونجا زمین رو اختصاص دادن، یک حجم زیادی از سازه رو اونجا طراحی کردن، امکانات روز دنیا رو تهیه کردن و حدود 11000 قطعه مرغ لاین رو هم اونجا شروع به پرورش کردن. این گله تا اوایل دهه 80 نه تنها مرغ اجداد داخل کشور رو تامین می‌کرد، بلکه با صادرات جوجه یک روزه مورد نیاز کشورهای همسایه را هم تولید می‌کرد. کلن توی دنیا 8 تا لاین گوشتی وجود داره و این 8 لاین گوشتی هم فقط در 6 کشور وجود دارن. یکی از اون 6 کشور ایران هست، یعنی در کنار امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند و ایران هم یکی از اون کشورهایی هستش که تکنولوژی لاین مرغ رو داره
اساس این که چرا اصلا در واقع کشور صنعتی و پیشرفته هلند اومد و این در واقع کردیت رو و این راز رو با ما در میون گذاشت، این بود که پیش از ما به چند کشور اینها فروخته بودن با یک بهای فوق العاده سنگین و گزاف، و در واقع در همه کشورهای مقصد این منجر به شکست شده بود نگهداریش، چون استانداردهای بسیار بالایی حتی هندی ها هم نتونسته بودن و ترکیه ها اینا هم روس ها نتونسته بودن لاین رو حفظ بکنن. و جالب اینجاست که بعد از اینکه گله رو در اختیار ما قرار دادن کاملا منتظر بودن که هر چه سریعتر این در واقع گله از بین بره، و زمانی که دیدن این مانایی گله رو در کشور، انقدر از این قصه ناراحت شدن که برخلاف تعهداتشون در اون قرارداد عمل کردن، و با توجه به اینکه باید دو گله لاین رو در اختیار ما میذاشتن، گله دوم که گله حمایتی یا گله ساپوردیو بود رو در اختیار کشور ما قرار ندادن. البته این هم حائز اهمیته که تا چند سال پیش همون در واقع گله لاین که تحت عنوان تجاری گله لاین آریان استفاده میشه، یه چیزی هولوش 85% سهم بازار رو به خودش اختصاص داده بود که متاسفانه در یک در واقع کنشی و در واقع در یک پروسه‌ای که حالا خیلی جای سوال هم داره، ناگهان سهم خودش رو از بازار از دست داد و به چیزی نزدیک به زیر 1% از سهم بازار رسید، که این هم واقعا جای تأسف و ناراحتی داره. و شرکت های مختلفی با پشتوانه های سازمان های مختلف دولتی، حتی بعضیش در گذشته ما فقط یه راست داشتیم و یه مقدار کمی هم کاب، الان دیگه هی دارم این آدراکرز هم میاد، انواع مختلف اجداد دیگه هم دارم مذاکره میکنم و فشار میارم به زده جاده کشاورزی که وارد بکنم، چون سود خوبی توش هست. ولی این متاسفانه اجداد رو به یه دیسود میرسونه، ولی لاینی که سرمایه ملی این مملکت و باعث غرور ملی مملکت جدا مورد تهدید قرار. اما چه مشکلی باعث شد تا سهم بازار جوجه اجداد آریان تا این حد پایین بیاد؟ این نژادی که به ما داده بودن، نژاد هایبرو، این رشد سریعی داره، یعنی تا 35-6 روز هیچ نژادی نمیتونه با این رقابت بکنه تو سرعت رشد، ولی از 36 روز به بعد به خاطر همین پرغذایی و پرخوری و رشد بالایی که داره بیماری مثل آسیت میگیره که بدن تنفسش دیگه جواب نمیده، و اینجا یه مقدار از نژادهای خارجی که در ایران وارد میشن عقب میفته. کما اینکه شاید خیلی از خانواده ها احساس میکنن که این افزایش وزن و مرغهای بزرگ خیلی مرغهای بهتری هن، در واقع خیلی مجلسی ترن، خیلی به چشم میان، در صورتی که از لحاظ بهداشتی و از لحاظ استانداردهای بین المللی توی تمام دنیا وقتی که شما مراجعه میکنید گوشت مرغ رو با وزن بالا به هیچ وجه نمیپذیرن. یکی از دلایلی که در وزن بالا نمیپذیرن اینه که توی مثلا سنین حدود 37 روز به بعد، 37 روزگی به بعد، مواجهه با افزایش درصد چربی محوطی شکمی توی مرغ. به عبارت دیگه شما وقتی که میرید همین مرغ رو میخرید از در واقع اون قصابی ها، میبینید اون قصاب با دستش این محوطی شکمی رو که خالی میکنه بخش عمده ای از وزن مرغ شما داره دست میره. آسیب دوم اینه که چون دوره پرورش مرغ کوتاهه، طبیعتاً وقتی که سن بالا میره مصرف آنتیبیوتیک ها ممکن افزایش پیدا بکنه، درگیری با بیماری ها ممکن افزایش پیدا بکنه، بنابراین درگیری با بیماری منجر به افزایش مصرف دارو خواهد بود. خب نکته جالب هم این هستش که بسیاری از خانواده ها رو زمانی که ازشون سوال میکنید که مرغ با چه وزنی رو در واقع شما انتخاب میکنید و گزاره انتخابی شما برای مرغتون چی هست، میگن ما مرغ متوسط رو استفاده میکنیم، که این مرغ متوسط از نظر اونها یه چیزی هلوش 2 کیلو تا 2 کیلو 200 2 کیلو 300 گرم هست، در حالی که اساساً مرغ که وزنش بالای 1.6 باشه اصلا مرغ بزرگ و خیلی بزرگ محسوب میشه. اینها اون آیتم هایی که کمتر روش مانور داده شده،
این مصرف دارو وقتی که افزایش پیدا بکنه، مصرف آنتی بیوتیک وقتی که افزایش پیدا بکنه، خب طبیعتاً گوشتی رو مصرف می‌کنید که این گوشت مرغ دارای منابع دارویی بیشتریه. منابع دارویی بیشتر عوارض جانبی بعد از مصرف رو در انسان ایجاد می‌کنه. این عوارض جانبی مثلا افزایش بیماری‌هایی که می‌بینید در کشور گاهی اوقات اتفاق می‌افته، سرطان‌هایی که داره بروز می‌کنه. و جالب این که چند سال سازمان دارو پزشکی اعلام می‌کنه که ما می‌خوام دیگه از این به بعد به طور جدی کشتارگاه‌ها رو موظف کنیم این کارو بکنیم، ولی خیلی جالبه که حریف نمی‌شن. معلوم نمی‌دونم دلایل کجاست، مشکلات کجاست، انجام نمی‌شه. وزارت جهاد معاونت امور دانش بارها اعلام کرده که با صراحت اعلام کرده که سیاست ما و سیاست راهبردی ما عرضه مرغ با سایزهای کوچک، ولی اصلا معلوم چه کسانی و با چه دسیسه هایی اومدن تو ایران مرغ چاق رو باب کردن، مرغ بالای 2 کیلو وزن 2 کیلو رو باب کردن که نژادهای خاص خارجی که وارد ایران میشه بتونه بیشتر مورد استفاده قرار بگیره و نژاد داخل ایران تو این کورس رقابت عقب بمونه. الو، سلام، شما خوبی؟ خسته نباشی. امشب خب چی بگیرم؟ مرغ بگیرم. باش، حالا برم ببینم اینجا میتونم بگیرم. چیز دیگه نمیخوام. خداحافظ. خانومم تماس گرفته که امشب مهمون داریم، مرغ نداریم، مرغ بگیر. حالا من برم ببینم مرغ کوچیک میتونم پیدا کنم، چند تا تهیه کنم. همون دوتا کافی بود. شوخی نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد. من باید موافق باشه، شاید بچه بخواد. نه نمیخواد. برای گنده کاری رفتی شیرینی برای من گرفتی آوردید. خجالت نکش آقا جون، شبیه زنه حامله شدی. چی شده آبجی؟ آخه تو پر بادی. چه کاری بود شما کردی آقا جون؟ به خدا از شما گذشت. بیار چالاک هستی همون قنبر. خجالت نکش. برنامه امشب بهترین سینماهای سراسر کشور. من که خودم تا حالا فکر میکردم مرغ هرچی بزرگتر باشه سالمتر و خریدش به صرفه تره، حسابی خورده بود تو ذوقم و شوکه شده بودم و تازه فهمیده بودم که با دست خودم احتمالاً کلی آنتی بیوتیک به خورده خودم داده بودم. خدا میدونه این وارد کننده های محترم با این تبلیغاتشون برای جا انداختن نژاد جوجه وارداتی از انگلیس و کشورهای اروپایی و از رونق انداختن تولید نژاد آریان تا حالا چه بلایی سر ملت آوردن. خسته نباشید. مرغ ریزم دارید؟ کوچیک 1400، 1300 ندارید؟ باش، دست دارم. آقا سلام علیکم. آقا مرغ ریزم دارید 1300، 1400؟ مرغ کوچیک ندارید 1300؟ ندارید؟ دست دارم. من الان چند تا مغازه که مراجعه کردم مثلا مرغ کوچیک، مرغ 1400، 1500 نتونستم پیدا کنم. بریم با چند تا از مغازه‌دارا صحبت کنیم ببینیم که اصلا هست مرغ کوچیک. مردم بیشتر مرغ کوچیک میبرن، مرغ درشت میبرن. بریم. این مرغایی که ما داریم مرغ معمولی که از 1700 به بالاست، 3 کیلو. پس معمولش از 1800، 1900 به بالا تا 3 کیلو. آقا اون بزرگه چند کیلوه؟ اونم بیا ببینیم. یا حسین 3 کیلو نیم. بوغلمونه دیگه. گوشتیه اینا. گوشتیه. برای جوجه خوبه. برای جوجه. چقدر میافته این الان با قیمت امروز؟ 27000. بیشتر مثلا 1800 به بالا، یعنی 1800 به بالا اکثرا. 1800 تا 2300-400 وزنش. یعنی مرغ ریز دیگه کمتر؟ خیلی کمه، خیلی کمه. مودا اگه میخواد بده برش سفره میکنه براش. اگه یادتون باشه ما فرانسوی ها که میومد دیگه بالای فکر نکنم 1400-500 دیگه نداشت، تا اونجا که من یادمه، چون من میفروختم از اون موقع کارتونیا بود. فرانسوی ها میومد از 1200 اگه اشتباه نکنم داشت، ماکزیموم تا 1500.
اما بجز همه این مسائل، مشکلات مدیریتی زیادی هم باعث شد تا لاین آریان قدرت رقابت با رقبای خارجی خودش رو از دست بده. نژادهای وارداتی نژادهایی بودن که کاملا وابسته به بخشهای خصوصی کشورهای خارجی بود و طبیعتا از اهرم‌های مختلف بازاررسانی و بازاریابی استفاده می‌کردن و برنامه‌های مختلف تبلیغاتی داشتن. از اون طرف نژاد آریان نژادی بود که 100% دولتی بود، طبیعتا تابع شرایط و ضوابط و محدودیت‌های خاص و بروکراسی‌های دولتی. طبیعیه که نژاد آریان نمیتونست با نژادهایی که مربوط به بخش خصوصی بودن و از خارج کشور وارد میشد رقابت بکنه. از جنبه بازاررسانی جوجه یک روزه معناش اینه که شما ظرف همون روز اول بایستی جوجه رو بفروشید. اگر قرار باشه بخش دولتی به مردار بیاد بگید که شما برید ضمانتنامه بانکی برای من بیار، پول نقد برای من بیار، اون هم در مقاطعی که مثلا مرداری های ما و بخش های تولید ما همیشه یکی از معضلاتشون موضوع نقدینگیه، طبیعیه که اون مردار ترجیح میده به نژادی مراجعه بکنه که ضمانتنامه بانکی ازش نخواد، پول نقد در اون روز ازش نخواد. اونها این امکان رو داشتن، این انعطاف رو داشتن که بهش بگی که شما جوجه رو بعد دوباره هفته آینده پول من بده، اما بخش دولتی نمیتونست این کارو بکنه بدون اینکه تشریفات خاص خودش رو داشت. این عوامل، این موانع باعث شد که کار تجاری در بحث لاین آریان به شدت دچار مشکل بشه و بازارش از دست بده. البته من توصیه اکید میکنم به دوستان تهیه کننده این برنامه و این مستند که حتما برن و اون فضای در واقع مجموعه تولید مرغ لاین آریان رو حتما ببینن. اینکه یکی از استراتژیک ترین جاهای کشور الان در چه شرایطی قرار داره و من واقعا از طرف خودم عرض میکنم به سازندگان این برنامه که این رو حتما بهش بپردازید که اگر با همین شرایط و با همین سیر بخواد این موضوع ادامه پیدا بکنه و این عدم حمایت نسبت به تولید مرغ لاین در مجموعه آریان در واقع ادامه پیدا بکنه و به همین شکل پیش بره، ما در ظرف چند سال آینده حتما شاهد نابودی کامل و از دست دادن کامل سهم اندک بازار مرغ آریان و ما به ازاش تسلط کامل شرکت‌های وارد کننده مرغ لاین از کشورهای انگلیس و غیره خواهیم بود و تقریبا به صورت انحصاری تمام سهم بازار رو به خودشون اختصاص خواهند داد. اما اگر ما مرغ لاین ایرانی داریم، طبیعتاً مرغ اجداد و مرغ مادر ایرانی و جوجه های یک روزه ایرانی از همین نسل هم میتونیم داشته باشیم. پس چرا باید هر سال میلیون ها دلار هزینه کنیم و جوجه های اجداد رو از اروپا و مخصوصاً انگلیس وارد کنیم؟ باید هر طور شده به مزرعه مرغ لاین آریان میرفتم تا ببینم قضیه چیه؟ اصلا چیزی از این مرغ لاین ایرانی باقی مونده یا نه؟ این بود که بارومندیل رو بستیم و یه ماشین کرایه کردیم و با تیم سریا عازم سفر به بابل کنار شدیم. به دلیل اهمیت بالای رعایت موارد بهداشتی تو مجتمع تولیدی مرغ لاین آریان لازمه تا هر ماشینی که میخواد وارد منطقه بشه کاملا ضد عفونی بشه. که البته با همون ماشین ضد عفونی شده هم نمیشه خیلی داخل اون جنگل بکر رفت و باید یکی از ماشین‌های خود مزرعه رو سوار شد و همه اینها غیر از لباس‌های مخصوصیه که همه باید برای ورود به مزرعه مرغ لاین بابل کنار بپوشن. چند کیلومتر جاده جنگلی تو منطقه قرنطینه شده. هیچ مرغ و خروسی تا کیلومترها اون طرف‌تر زندگی نمی‌کنه. این قرنطینه برای اینه که هیچ آلودگی نتونه به مرغ‌های لاین موجود تو مزرعه آسیب برسونه. بعد از طی این مسیر به ساختمان‌های اداری مجتمع مرغ لاین آریان می‌رسیم، جایی که کلیه فرایندهای نگهداری از این مرغ و خروس‌ها اداره میشه.
ما پیش آقای حاجی پور رئیس مجتمع رفتیم تا ایشون برامون بگن چرا سهم مرغ لاین آریان از بازار زیر 1%. همینطور با آقای اقبالیان همراه شدیم تا به بخش‌های مختلف مرکز یه سری بزنیم. طرح پرورش و اصلاح نژاد مرغ آریان در سال 1361 مطالعات اون توسط وزارت جهاد کشاورزی سابق انجام شد با هدف تشکیل زنجیری تولید گوشت مرغ از رأس اون که مرغ لاین باشه تا جوجه گوشتی. تا دهه 80 حدودا سال 85 حدود 85% تقریبا بازار دست نژاد آریان بود. از سال 85 با بحث واگذاری بخشی از امکانات دولتی به بخش خصوصی متاسفانه زنجیری تولید ما قطع شد و بخش اجداد ما و بخش مادری ما که میتونست تقریبا به عنوان یک زنجیری تولید عمل میکرد متاسفانه به بخش خصوصی واگذار شد و این زنجیره تولید ما عملا قطع کردید. بعد با قطع شدن زنجیره تولید از اجداد به مادری که به بخش خصوصی واگذار شد عملا ما دستمون از بازار کوتاه شد. متاسفانه در اون سالها با خصوصی سازی مراحل تولید مرغ اجداد و مادر و جوجه یک روزه زنجیره تولید مجتمع لاین بابل کنار از بین رفت و در نهایت باعث شد تا رقبا بتونن سهم این مزرعه رو از بازار برای خود کنن. اینجا در واقع مرکز آزمایشگاه این مجتمع هست، قلب این مجموعه در واقع محسوب میشه. این بخش دامپزشکی هست. در بخش دامپزشکی مدیر بخش بهداشت و همکارانمون که قسمت‌های در واقع کار قرنطینه رو در واقع انجام میدن و خدمات دامپزشکی رو اینجا مستقر هستن. کلیه در واقع امورات مربوط به بهداشت گله، کارهای آزمایشگاهی در واقع از اینجا داره مدیریت میشه. درست. خب حالا بخش اصلاح نژاد هست و بخش رایانه هست که کلی اطلاعات در واقع ارزم با حضور شما پرندگان به صورت دستنویس، یعنی رکورد برداری های انفرادی در واقع میشه از مزرعه و میاد اینجا و مشخصات ثبت در رایانه میشه و تمام اینا به صورت فایل در میاد و سمت مرکز میره و در اختیار مشاوران و متخصصین اصلاح نژاد ارسال میشه که کارهای اصلاحی و ژنتیکی رو در واقع روش انجام بدن. یعنی الان اینجا رکوردهای اطلاعات بله. از سال 60 بله دیگه، از زمان از سال 70 بله دیگه تمام رکوردها ثبت شده هست. یعنی اطلاعات کلیه پرندگان از اون بعد به مجموعه تا به حال ثبت شده و اینجا موجود هست و بر اساس همین دیتا و اطلاعات هم متخصصین ما میان و کارهای اصلاح نژادشون رو انجام میدن. کلیه نمونه های خون و عرضم به حضورشون پرنده ها، نمونه خون پرنده ها برای آزمایش به این بخش در واقع ارجاع داده میشن. بنده دکتر میرآقا رضاخانی هستم، مسئول آزمایشگاه سرولوژی و میکروبیولوژی مجتمع لاین آریان بابل کنار. کلیات کارهایی که اینجا انجام میشه مربوط میشه به سلامت گله های لاین، اجداد و مادری که اینجا هستن. با هر هچی که از این مجموعه خارج میشه ما مقداری پرند جوجه هایی که برای فروش خارج میشه رو برای اینکه مطمئن باشیم از نظر آلودگی های میکروبی مخصوصا سالمونلا پاک هستن کشت های مربوط به سالمونلا رو انجام میدیم و نتایج رو بررسی میکنیم. علاوه بر اینکه نمونه های میکروبی رو بررسی میکنیم و نمونه برداری میکنیم، از محیط های مختلف و گاهن از مثلا از انگشتان دست پرسنل یا زیر ناخن ها و هم جاهایی که احتمال آلودگی قارچی میره ما نمونه برمیداریم و اونا رو در انکوباتور قارچی کش میدیم و نمونه هایی که
از کشت قارچ‌ها به دست میاد و ما زیر میکروسکوپ بررسی می‌کنیم. برای اینکه گله لاین همواره پاک بمونه، قبل از تجدید هر تجدید نسل از تمام پرندگان، از تک تک پرندگان که شماره پن و شماره بال پرنده کاملا مشخصه، یعنی این نمونه سرم کاملا مشخصه که مال کدوم پرنده است، و اجداد این هم در کامپیوتر اصلاح نژاد باز مشخصه کدوم پرنده است، نمونه میگیریم و از نظر ست آلودگی بررسی میکنیم. اگر کوچکترین شک و شبهه‌ای رو این پرنده باشه، اون پرنده رو ما از لاین حذف میکنیم که باعث آلودگی پرنده های دیگه نشه. قسمت دیگه ای که با هم میریم آزمایشگاه مواد غذایی هست. در این قسمت کلیه نهادها مواد اولیه‌ای که وارد این مجموعه میشه و همچنین خوراکی که ساخته میشه میاد و اینجا مورد آزمایش قرار میگیره. آزمایشگاه تغذیه مکانی برای آنالیز مواد مغذی در جیره خوراکی طیور که ما دستگاه‌های پیشرفته اینجا داریم، دستگاه کجلا، دستگاه فایبرتیک و دستگاه سوکسله، برای اندازه‌گیری فاکتورهای در واقع موجود در جیره، فاکتورهایی که می‌خوایم از گیریم پروتئین، فیبر، چربی و حالا فاکتورهایی مثل خاکستر و کلسیم و فسفر مال جیره رو اندازه‌گیری می‌کنیم و بر اساس این مواد مغذی که اندازه‌گیری شده در جیره لحاظ میشه و در اختیار طیور قرار می‌گیره. یک اتفاق جالب هم موقع توزیع درباره عمر تجهیزات آزمایشگاه تغذیه افتاد. در واقع تقریباً 30 سال پیش دیگه است که تحلیل شد. یه بار دیگه بعد از اون دستش فرقی نداره. زمانش رو نگو خب؟ مسئولین مرکز سعی داشتند با ایما اشاره از خانم مهندس بخوان تا در مورد سن تجهیزات موجود در آزمایشگاه چیزی به ما نگه، اما از لحظه وارد شدن به این مرکز ما متوجه عمر زیاد و قدیمی بودن وسایل و امکانات مزرعه و آزمایشگاه ها شدیم. از آقای مهندس حاجی پور خواستیم تا برامون توضیح بدن که چرا با وجود اهمیت بالای مرغ لاین اینقدر وسایل و ابزار این مرکز فرسودن. مشکل اصلی که ما در حال حاضر باش مواجهیم واقعا فرسوده بودن کلیه تاسیسات ماست. تاسیسات حدود 30 سال پیش ساخته شدن، اون زمان واقعا بروز بودن، ولی الان بعد از گذشت 30 سال با توجه به اینکه بحث های بهداشتی که ما داریم و سمپاشویی که مرور زمان انجام شده و رطوبت هوا، واقعا همه تاسیسات ما تقریبا فرسودن و باید یه بازنگری کامل و بازسازی کاملی هم از لحاظ تاسیسات های ما، هم از لحاظ تجهیزات مکانیکی ما، هم از ناوگان به هر حال حمل نقل ما در وهله اول انجام میشه که هم مستلزم به هر حال هزینه بالای 30-40 میلیارد تومانی رو میطلبه که واقعا اینا رو بروز رسانی بکنیم. البته حضور ما تو مجتمع پرورش مرغ لاین بابل کنار همزمان شده بود با شیوع آنفولانزای حاد پرندگان توی کشور. حالا حاضر در استان در واقع قم یک تعدادی از تعدادی کانون بوده که اینا رو مهار کردیم، اونجا مهار شده. و استان دیگر کجا بود جز قم؟ ما استان تهران هم در واقع جز استانهاییه که الان مواردی از بیماری بوده در حیات وحش بوده و اونا رو همکاره ما مهار کردن و اون اقداماتی که لازم بوده رو انجام داده. ما از آقای اقبالیان خواستیم ما رو به محل نگهداری مرغ‌های لاین هم ببره. همونطور که ملاحظه میکنید از یک مزرعه در حال آماده سازی ما داریم بازدید میکنیم و تو این شرایط هم با توجه به شیوع متاسفانه بیماری آنفولانزا در سطح کشور، اینجا با توجه به این که لاین هست و به خاطر اینکه یه سری مسائل احتمالی رو ما نداشته باشیم، احتمال در واقع شایع شدن این بیماری نداشته باشیم، معذوریم و نمیتونیم از مزارعی که در واقع توش مرغ هست برداری بکنیم. متاسفانه به خاطر خطر زیاد بیماری آنفولانزای پرندگان و اهمیت بالای مرغ‌های لاین مجبور شدیم به تصاویری که آقای اقبالیان با گوشی تلفن همراهشون گرفته بودن اکتفا کنیم. ما برای اینکه از کیفیت نژاد مرغ آریان مطمئن بشیم پیش تولید کننده های مرغ هم رفتیم. شروع کنم؟
به نام خدا، من رضا شاهانی هستم و عرضم به خدمت ما سال 90 این مجموعه رو درست کردیم. یه مجموعه 20,000 قطعه‌ایه و الان 5 ساله که داریم کار انجام میدیم، با امسال 6th سالشه. من دوستان زحمت کشیدن یک بار نژاد آریان آوردم هوبارد که الان دو دوره دارم کار میکنم. من قبلا همش راست کار میکردم، راست 308. بعد دو دوره آپلاس آوردیم، یه دوره کاپ آوردیم، یه دورم آریان آوردیم. به نام خدا، علی منتظم هستم، کارشناس دامپروری. بعد حدود 18 سال تو این کار هستم. این نژادی که حال حاضر اینجا هست آریان هست. از جوجهش هم از مرغ لاین بابل تهیه میکنیم و داریم پرورش میکنیم. الان هم روز 29 هستیم. خدا شکر این دوره پرورش خوبی بود، تا حالا مشکل خاصی نداشتیم. تلفاتمون خیلی خوب بود، در حد نرم بود. با توجه به تفاوت قیمتی که بین این نژاد و نژادهای دیگه هست، اگه پرورش برای این سن 35 تا زیر 35 روز باشه، من خودم ترجیح میدم که آریان رو پرورش بدم. آریان میگم، اگه نیاز بازار در حد 2300 2400 باشه، آریان چون هم خوب وزن میگیره تا اون حد، بعد ذریب تبدیل خوبی هم داره، به نظر من خیلی خوبه برای کار کردن. ولی برای سنگین تر کردن نیاز بازار خوب نیست. من خودم به شخص آریان رو قبول داشتم برای وزگیریش نسبت به جوجه‌ای که کار کرده بودم. هم تلفاتش کمتر بود، هم جوجه یعنی نسبت به ما معمولا جوجه‌ها رو با اون هجومی که به سمت دونی که میخوان بخورن مقایسه میکنم. خود من بعضی گلاب خیلی تنبلن، یعنی شما وقتی دستگاه رو دون میزنی آماده میکنی برای پرنده، باید یک دوری هم دور بزنی تا آماده بشه برای حرکت کنه. ولی بعضی از جوجه ها نه، همین که صدای دستگاه رو میشنون خودشون به شدت حمله ور میشن به سمت غذا. آریان از اون دستی بود که خودش هجوم میبرد به سمت دون، حداقل تا 27-28 روزگی. من حالا یه تجربه هم داشتم. من چند وقتی تو تاجیکستان بودم و اکثر کشورهای حالا هولوش خودمون و اکثر دنیا، میشه اروپا و آمریکا که 100% اینطوری هست، نهایت وزنشون ایدئالشون بین 1.800 تا 2 کیلو هست. حتی کانادا را من در جریان هستم که 1.5 1.600 ایدئالشون هست. و فقط ایران به نظرم از باید یکی دو تا مثل افغانستان اینا هستن که مرغ درشت میپسندن. شاید بالای 95-96% جهان مرغای ریز سایز و حتی قطعه بندی شده اینا را مصرف میکنن. راس کاپ و یا خود آپلاس از بس تبلیغات سنگین بود، چون خب واقعا نژادی هستن که وزنگیرن، خوب وزن میگیرن. حتی شما تا 3 کیلو هم که وقتی باهاشون میری شرایطت خوب باشه میتونی یه ضریب تبدیل خیلی خوبی هم باهاشون بگیری، زیر 2 بگیری. و بازار ما هم همیشه بازاری هستش که روی سنگین تبلیغ کرد. حالا منطقه شمال که به همین سبب سیاقه، چون اصلا ما با محلی‌ها اینجا برخورد داریم، وقتی میان برای خرید کردن گهگداری میگیرن، اصلا مرغ زیر 3 کیلو رو قبول ندارم، به چششون نمیاد. یعنی مرغ میخوان یه چیزی در حد بوغلمون، شاید واقعا هم همینه. طرف میگه آقا من سر سفره‌ام میخوام بذارم، این باید خودش رو نشون بده. مردم از درگیر و بیماری خبر ندارن، مردم هیکل درشت رو میخوان، مرغ بزرگ رو میپسندن. ولی خب کسی نمیدونه آقا، کسی من مرغ 3 کیلو 3 کیلو نیم شدن یه شرایطی رو داره که شما به احتمال 100% درگیر میشی. خیلی کم مرغدار داریم که شرایطش ایدئال باشه بدون دادن دارو، یعنی داروهایی که شما بالاخره درگیر تنفسی زیاده، سن بالا میره، برای درگیر تنفسی شما قاعدتا باید از آنتی بیوتیک استفاده بکنید. گهگداری خب به جایی میرسیم که شما برای چرکایی که گله ایجاد پیدا میکنه مجبوری گله رو تزریق بکنی. خب این تزریق کردن یا آنتی بیوتیک دادن یک دوره‌ای داره، حداقل 2 هفته شما نباید دست مصرف کننده برسونی مرغت رو. ولی خب کسی رعایت کردن این اصول برای همه امکان پذیر نیست. ولی مرغ سبک این شرایط رو نداره. تا مرغ بخواد به سنی برسه، به حالتی برسه که درگیر بشه، شما مرغت رو فروختی، مرغ سالم بدون آنتی بیوتیک بدون درگیری. هزینه های دارویی برای خود مرغدار خیلی به صرفه است. شما وقتی درگیر نشی، اون همه هزینه که میخوای برای دارو انجام بدی میشه سود خودت. و اینا چیزی که به نظرم
آریان میتونه این وسط مانور بده برای مرغای سبک‌وزن. در طول ساخت مستند ما تلاش کردیم تا با مکاتبه و تماس بتونیم یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی رو برای مصاحبه دعوت کنیم که متاسفانه از طرف وزارتخونه امکانش فراهم نشد و جوابی به ما ندادند. سلام جناب عزیزی. خسته نباشید. اینا آنجا هستن. عرض کنم که من رو پیگیری کردم. مثلا قرار شد به من اطلاع بدن، اما اطلاع ندادن. یه جلسه یه تموم بشه به من اطلاع میدن، به شما زنگ میزنم. ولی دارم پیگیری میکنم که حالا ببینم که چه شخصی رو معرفی میکنن، یا خود مثلا معاون یا اینکه حالا هر کی ایشون بگه معرفی میکنن که شما بیاید مصاحبتون رو بگیرید. درست. دست شما در نکنه. ارادت دارم. خدا. خدا. بله. سلام جناب عزیزی. سلام. خسته نباشید. اینا لو هستم جناب عزیزی. ارادت. هنوز جواب من نداره متاسفانه. ولی بذار من باز برم پیگیری میکنم دیگه. شما تلفن ما به اون روز داری درست؟ بله بله. بله. به شما زنگ من. دست شما ده. چشم. مخلصم. ارادت. خواهش. در اواخر فرایند تدوین مستند متوجه شدیم آقای ورناصری کارشناس ما در مستند به عنوان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور انتخاب شدند. این روزنه امیدی برای ما بود، برای اینکه کسی که دغدغه مرغ لاین آریان رو داره به این سمت منصوب شده و ممکنه با کمکش مجتمع پرورش مرغ لاین آریان احیا بشه. خب در اون سالها کارشناسان هلندی چی کار کردند؟ اینها اومدن و در واقع با اون فرایندی که حالا قبلا توضیح دادم اومدن و این مرغ لاین رو تولید کردند. این گله و این جمعیت رو در اختیار ما قرار دادند و ما هم تونستیم اون رو نگهداری بکنیم. این همه جمعیتی که در واقع به کارگیری شدن، متخصصین ارزنده، کارشناسان توانمند، مجموعه موزم، سازه های در واقع فوق‌العاده ایدئال، تکنولوژی و دستگاه‌های روز دنیا، اینا همه آورده شد که در گام بعدی ما هم بریم به سمت اینکه سایر گله‌های لاین و جمعیت لاین رو خودمون ایجاد بکنیم و در این حوزه به خودکفایی برسیم. اما بعد از گذشت چندین سال یه چیزی قریب به دو دهه و بیش از دو دهه ما الان شاهد هستیم که همون گله لاینی هم که وارد کشور شد که برخلاف تصور کارشناسان هلندی تا به امروز قریب به 40 نسل از اون رو ما در واقع تکثیر کردیم و الان داریم، همون هم داره رو به نابودی میره و ما کمتر از 1% سهم بازار رو برای شاهد هستیم. این اتفاق دردناکی است. نه راهبرد مشخصی در این حوزه وجود داره و نه متولی و تصمیم گیر مشخصی در این حوزه که بیاد بر اساس اون بیاد یک استراتژی رو تعریف بکنه و در طول چند سال برسه به این که ما خودمون بیایم گله های دیگر لاین رو در کشور داشته باشیم. ما تو ماجرای برجام هم اینو تا الان به خوبی درک کردیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت ما دارن و بر اساس اون اطلاعات دقیقشون علیه ما اقدام میکنن. به عنوان نمونه وقتی فهمیدن که ما تو تولید بنزین مشکل داریم، یادتون باشه تحریم بنزین کردن و مطمئن باشه که از دلایلی که تا الان در رابطه با صادرات مرغ اجداد به ایران اقدامی نکردن، چون میدونن که به محض قطع صادرات اجداد به ایران لاین جون میگیره، لاین آریان جون میگیره و بازار رو میگیره و اینا برای بازگشت به بازار دیگه مشکل خواهند داشت و اینا همچنان این به اصطلاح رصد رو دارن میکنن که کی لاین آریان اپا میفته که ما بازار اون موقع میتونن صنعت ما رو به شدت تهدید بکنن و ما به شدت آسیب پذیر باشیم و مجبور بشیم امتیازاتی بدیم به دیگه، اول امتیازی که هر قیمتی به ما بدن بخریم.